مجلس ارتجاء صحنه دیگری از فوران بحران نظام ولایت فقیه و شاهد زجه‌های جواد ظریف بود که در برابر حملات مهره‌های خامنه‌ای بر سر شکست برجام تلاش می‌کرد با خرج کردن اقداماتش علیه مجاهدین آنها را آرام کند. ظریف در مورد وضعیت خطرناک رژیم و اینکه در روی امواج بحران‌ها هر دو باند نظام در یک کشتی نشستند هشدار داد. قرارات بین المللی باشه. اون چه که من گفتم کلمه ای کمتر از مقام معظم رهبری نبود که فرمودند آمریکا باید به برجام برگرده اگر بخواهد مذاکره شود. رضا بنده از خودم صحبت نمی کنم. اگر شما انتقادی دارید انتقاد رو به بحثی که مطرح شده بفرمایید. بنده مجری سیاست های نظام هستم. اما شما بخواید نوار پخش کنید بفرمایید پخش کنید. اگر پولشویی در ایران نیست، اگر گروه های فاسدی پولشویی نمی کنند، پس سلطان سکه رو به چه جرمی اعدام کردیم؟ چرا صحبتی که در دفاع از جمهوری اسلامی شده، صحبتی که در رد اتهامات بیگانگان و منافقین علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شده رو تبدیل کردید به صحبت علیه نظام؟ چرا آقای شریعت مداری این کارو کرد؟ چرا کیهان اون مقاله ها رو نوشت؟ اون مقاله ها بود که اسباب دست روزنامه های غربی شد، نه عرائض بنده. بنده که معروفم در دنیا. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو ببینید. بنده معروفم در دنیا به این که سینه چاک می‌کنم برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی. شما عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به من داده رو و باعث افتخار بنده است شنیدید؟ من بر علیه منافع نظام صحبت میکنم یا اونهایی که از صحبتهای دلسوزانه من به خاطر منافع جناحی سوء استفاده میکنند؟ من بعد از سالها زندگی در غرب عاشق و شیفته مذاکره با غربی ها نیستم. این فشارها رو بیش از هر کس من تحمل کردم. سختی مذاکرات، فشارهای مذاکرات، توهین هایی که شد و به حمد الله به لطف خدا نهایتا هم از سوی آمریکایی ها تحریم شدن، اینها رو برای این انجام دادیم که بتوانیم شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو لغو بکنیم و کردیم. حالا میخواین این قطعنامه ها برگرده تا دوباره برای لغوش یک گروهی مجبور به مذاکره با آمریکا باشن؟ یا الله بفرمایید. نیاز است ما برای اینکه در این شرایط حساس کشور رو از گزند بدیها، گزند تبلیغات نابجا مسون بداریم، همه مردم ایران در یک کشتی نشسته ایم، همگی آماج این حملاتند. اصلاح طلب، اصولگرا، موافق مخالف نمی شناسد.